سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. داریوش اقبالی متولد 15 بهمن 1329 در تهران، معروف به داریوش، خواننده، بازیگر و فعال اجتماعی ایرانی است که در زمینه موسیقی راک و پاپ ایرانی فعالیت می‌کند. جنس صدای او بیس است. داریوش عضو سازمان عفو بین الملل هست. او فارغ التحصیل مقطع دیپلم هست که فعالیت خودش رو با موسیقی از دوران کودکی شروع کرد تا اینکه بارها به خاطر آهنگهای سیاسی در دوران پهلوی زندانی شد. پدرش محمود اقبالی اهل شهرستان میانه آذربایجان شرقی و املاکدار بود. داریوش با اینکه در شهر تهران به دنیا اومد اما مدتی در میانه بود و سپس در کرج بزرگ شد. اولین بار در سال 38 وقتی 9 ساله بود خواندن را از جشنی در مدرسه شهرآرا شروع کرد تا اینکه در راهنمایی و دبیرستان هم در همایش‌های مدرسه می‌خواند. دوران دبیرستان را در دبیرستان‌هایی همچون فارابی، کرج، رازی و دبیرستان آزادگان تهران پارس گذراند و در مراسم و همایش‌ها به اجرای برنامه‌های هنری می‌پرداخت. داریوش در سال 49 وقتی 19 ساله بود با حسن خیاط‌باشی، کارمند رادیو و تلویزیون ملی ایران آشنا و توسط او برای حضور در موسیقی حرفه‌ای تشویق شد. در همین سال بود که با خواندن ترانه به من نگو دوست دارم با آهنگسازی درویش مصطفی جاویدان بسیار مورد توجه قرار گرفت. او گفته کودکی تاریکی داشتم و فرزند طلاق بودم و دچار سردرگمی. دو برادرم هم قربانی هیولای اعتیاد شدند و فوت کردند. در تنهایی و انزوا صدا و آواز برایم شد مرهم زخمایم. داریوش در دوران پهلوی و به علت خواندن آهنگهای سیاسی مدتی زندانی شد. قبل‌تر از اون هم به خاطر درگیری‌های لفظی با اشرف تبعید و زندانی شده بود. مدتی را هم به علت تصادف در زندان به سر برده. اولین بار هم به دلیل خونه مجردی که اجاره کرده بود و به همراه دوستانش مواد مخدر مصرف می‌کرد به زندان افتاد. در نظرسنجی مجله جوانان در سال 56 او به عنوان محبوب ترین خواننده ایران انتخاب شده بود. داریوش در سال 57 وقتی 28 ساله بود در یکی از برنامه‌های زنده خودش توسط دختری به نام مریم مورد حمله اسید پاشی قرار گرفت و از ناحیه صورت دچار سوختگی شد. در این حادثه بخشی از صورت داریوش سوخت که علت ریش گذاشتن او به خاطر سوختگی بخشی از صورتش میباشد. این دختر مدعی بود به خاطر عشق داریوش از همسرش جدا شده، اما حالا او حاضر نیست که با او ازدواج کند تا اینکه تصمیم گرفت او را از بین ببره. بعد از حمله اسیدپاشی به صورتش برای معالجه به لندن رفت. با پیروزی انقلاب اسلامی دیگر به ایران باز نگشت و فعالیت خودش را در خارج از کشور ادامه داد. او گفته پس از خروج 2 سالی در انگلیس زبان خواندم و تحصیل کردم و همونجا بود که با ایرج جنتی عطایی و بابک بیات آلبوم وطن پرنده در خون رو تهیه کردیم. سپس به دعوت مرکزی به لس آنجلس اومدیم و مقیم آمریکا شدیم. برای مدتی هم در فرانسه زندگی کردم. او اولین بار زمانی که در ایران بود عاشق دختری شد، اما او در یک سانحه رانندگی درگذشت. تا اینکه در سال 55 با گوگوش که از بهروز وثوقی تازه طلاق گرفته بود نامزد کرد. این نامزدی پنهانی 1.5 سال بیشتر طول نکشید چون داریوش به خاطر اسید پاشی 70% شنوایی خودش را از دست داد تا اینکه مجبور شد برای درمان راهی انگلیس بشه. داریوش برای بار دوم زمانی که در آمریکا زندگی می‌کرد با دختری به نام فیروزه ازدواج کرد که ثمره این زندگی دختری به نام بیتا شد. این زندگی اما بعد از مدتی به طلاق ختم شد. داریوش اقبالی در سال 1381 وقتی 52 ساله بود برای سومین بار با خانمی به نام ونوس ازدواج کرد که ثمره این زندگی یک پسر نوجوان به نام میلاد هست. داریوش که مثل برادرانش سالها درگیر اعتیاد شده بود در سال 87 موفق شد برای همیشه اون رو ترک کنه و حالا خودش بنیاد غیرانتفاعی ترک اعتیاد آینه رو تأسیس کرده. این بنیاد از زمان تأسیس تا کنون موفق شده 40,000 نفر رو از دامن اعتیاد نجات بده. او در مصاحبه‌ای گفته من در سال 2000 پس از سالها تلاش سرانجام توانستم با استفاده از روش‌های صحیح و حمایت دوستان و خیرخواهان پاکی خودم را از چنگال اعتیاد به دست بیارم. اونجا با خودم عهد بستم تا این هدیه و پیام رو و روش صحیح ترک اعتیاد رو با دیگران هم سهیم بشم و بنیاد غیرانتفاعی آینه رو تأسیس کردم. از زمان تأسیس این بنیاد تا کنون نزدیک به 40,000 نفر ترک اعتیاد کردند.
بنیاد آینه با هدف یاری رسانی به معتادان بیشتر با کمک افرادی که خودشون زمانی معتاد بودن فعالیت میکنه. این بنیاد به همت داریوش اقبالی تأسیس شد. در این پایگاه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هم تهیه و پخش میشه. علاوه بر این بنیاد آینه سمینارهای مختلفی رو جهت پرداختن به مسائل اعتیاد، معتادان و خانواده‌های اونها برگزار میکنه. او در مصاحبه‌ای گفته صبح رو با موسیقی آرام، نرمش و گاهی قدم زدن در حیاط خانه شروع میکنم. بعضی اوقات هم به ورزشگاه یا استخر میرم. در روز ایمیل هام رو چک میکنم و کارهای جدید رو گوش میکنم. صدای خوب رو از هر کس که باشه دوست دارم. برای مثال در گذشته از صدای نادر گلچین، محمود خانساری، عماد رام، پوران و الهه لذت میبردم. و اکنون هم از صدای دوستانی نظیر ابی، سیاوش قمیشی و محسن نامجو و همچنین جوانان داخل ایران مثل محسن چاوشی که معتقدم کارهاشون مانند چشمه خودجوش هست. بیشتر برای خانواده‌ام وقت میذارم و اگر کنسرتی نداشته باشیم یا به مسافرت میریم یا در استودیوی منزلم روی آلبوم هم کار میکنم. داریوش در اوج شهرتش در دو فیلم یاران ساخته محمد دلجو محصول سال 53 و با اجرای ترانه یاران با صدای فریدون فروغی برای این فیلم و فیلم فریاد زیر آب محصول سال 56 به همراه فرزانه تاییدی و شهره و به کارگردانی سیروس الوند ایفای نقش کرد. او در این فیلم دو ترانه فریاد زیر آب و اجازه رو هم به عنوان موسیقی متن فیلم مورد اجرا قرار داد. داریوش عضو سازمان عفو بین‌الملل هم هست. او به جز اهمیت به ترک اعتیاد و رهایی به مسائل اجتماعی، پناهجویان ایرانی، گروه‌های جوامع اقلیت و کودکان کار هم توجه داره. او در سال‌های اخیر با کمک دانشجویان کمپین حمایت از این افراد را تأسیس کرد. داریوش با سبک صدای خاص و استفاده از مضامینی همچون آزادی، صلح و عشق طرفداران خاص خودش را داشته و دارد. شعرهای ترانه‌هایش از شاعرانی مثل مولوی، حافظ، احمد شاملو، حسین منزوی و سیمین بهبهانی و ترانه‌سرایانی همچون اردلان سرفراز، شهریار قنبری و ایرج جنتی عطایی است. او با آهنگسازان بنامی همچون فرید زولان، بابک بیات، اسفندیار منفردزاده، واروژان، حسن شمایزاده و بابک افشار همکاری داشته. داریوش هرگز با عقاید تحمیلی به اجتماع خود سازگار نبود. این موضوع سبب شد تا ترانه‌های او در رابطه با عشق، صلح، آزادی و عدالت سروده بشه. داریوش در آلبوم دنیای این روزای من ترانه‌ای به نام قیصر رو خوند که اون رو به بهروز وثوقی تقدیم کرد. بر اساس نظرسنجی که با عنوان فهرست 100 ترانه برتر ماندگار تاریخ موسیقی ایران توسط شبکه مناتو صورت گرفت، ترانه دستای تو از داریوش در صدر ماندگارترین ترانه‌های ایرانی قرار گرفت. از جمله ماندگارترین آثار داریوش می توان به ترانه‌های دستهای تو، شقایق، چشم من، دوباره می سازمت وطن، بچه‌ها، بوی گندم، به من نگو دوست دارم، خونه، یاور همیشه مومن، شام مهتاب، فریاد زیر آب، جشن دلتنگی، ای عشق، نون و پنیر و سبزی، سال سقوط، سال فرار، دنیای این روزای من و سراب رد پای تو اشاره کرد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می‌کنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد. بدرود.